بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با مجموعه آموزشی مدیریت و استراتژی در سازمان هلدینگ در خدمت شما هستم. درس ششم این مجموعه آموزشی اختصاص داره به سبک‌های سرپرستی و تعامل هلدینگ با شرکت‌های تابعه. شیوه‌های تعامل هلدینگ از این حیث مهمه که یک اطمینان معقولی از این ایجاد می‌کنه برای مدیران هلدینگ که امور به نحو احسن در شرکت‌های تابعه در حال اجرا هستن و حرکت شرکت‌های تابعه در راستای جهت‌گیری‌های کلی هلدینگ هست که به اونها ابلاغ شده. شما اگر سبک‌های سرپرستی هلدینگ‌های بزرگ دنیا رو بررسی بفرمایید، با سبک‌های مختلف و متنوعی روبرو خواهید شد که اینها نشأت گرفته از بافت و زیرساخت‌های موجود در هر هلدینگی هست و هر هلدینگی بر اساس نیازهای خودش، نقشه‌های ذهنی مدیران خودش و بافت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خودش تصمیم گرفته که یک سبک سرپرستی رو انتخاب کنه. با این حال همه این سبک‌های سرپرستی رو ما میتونیم توی سه دسته کلی تقسیم بندی کنیم. دسته اول هست برنامه‌ریزی استراتژیک، سبک دوم هست کنترل استراتژیک و سبک سوم کنترل مالی، که در ادامه ما هر یک از این سبک ها رو به تفصیل خدمت شما ارائه خواهیم کرد. اولین سبک برنامه ریزی استراتژیک است که توی این سبک به صورت کامل مدیریت هلدینگ پا به پای شرکت های تابعه حرکت میکنه و اونها رو به مقصدی که مد نظرش هست میرسونه. توی این شیوه تعامل هلدینگ کاملا به صورت متمرکز عمل میکنه و علاوه بر تدوین استراتژی کلی که مربوط به سطح کورپوریت یا هلدینگ میشه، استراتژی شرکت های تابعه یا بیزینس استراتژی ها رو هم خود هلدینگ و تیم مدیریتی و کارشناسی هلدینگ هستن که اونها رو تدوین میکنن. در حقیقت توی سبک برنامه‌ریزی استراتژیک ما تفویض اختیاری به شرکت های تابعه نمیدیم و کسب و کارهای تابعه هلدینگ باید بر اساس همون استراتژی مدونی که هلدینگ برای اونها تهیه کرده حرکت کنند و گزارش عملکرد خودشون رو به ستاد فرماندهی که همون هلدینگ هست ارائه کنند. به این سبک هلدینگ با برگزاری جلسات متعدد بودجه و استراتژی و اینها روی عملکرد اجرای استراتژی نظارت میکنه و اگر بخوایم این رو توی سبک‌های رهبری قرار بدیم، سبک برنامه‌ریزی استراتژیک با سبک آمرانه یا دستوری توی تئوری‌های رهبری مترادفه که هیچ اختیار عملی تقریباً به شرکت‌های تابعه نمیدن و شرکت‌های تابعه بر اساس برنامه مدونی که از طرف هلدینگ به اونها ارائه میشه باید عمل کنن و بر اساس اون برنامه باید پاسخگو باشن. در سبک سرپرستی از نوع برنامه‌ریزی استراتژیک، هلدینگ خودش رو مغز متفکر تصمیم گیری و شرکت‌های تابعه رو فقط یک مجری و اجرا کننده محض قلمداد می‌کنه. لذا هلدینگی که می‌خواد از این شیوه استفاده کنه، باید هم مدیران و هم کارشناسان خبره‌ای داشته باشه که بتونن از پس همه فعالیت‌هایی که براشون تعریف میشه توی حوزه برنامه‌ریزی برخوردار باشن و یک تیم مدیریتی و کارشناسی خبره و قوی باید توی مجموعه هلدینگ مستقر باشن. این سبک تعامل احتمالاً برای کسب و کارهایی که جدید هستن و مدیریت اونها شناخت کافی از شرایط و بازار کسب و کار نداره، احتمالاً میتونه این سبک مفید باشه. اما سبک دوم سبک کنترل مالیه. کنترل مالی دقیقاً برعکس سبک برنامه‌ریزی استراتژیکه. یعنی دخالت حداقلی مجموعه هلدینگ در شرکت‌های تابعه. تو این سبک مدیر هلدینگ و تیم مدیریتی هلدینگ یک هدفی رو، یک قله‌ای رو به مجموعه شرکت تابعه خودشون نشون میدن و به اونها میگن که باید به این هدف برسین و بر اساس اون هدف صرفاً به دنبال پاسخگویی تیم کسب و کار خودشون در قبال برنامه‌هاشون هستن. تو این شیوه تعامل هلدینگ به صورت کاملاً غیر متمرکز عمل میکنه و تقریبا تمامی امور مربوط به تدوین استراتژی شرکت‌های تابعه به خودشون تفویض میشه و شرکت هلدینگ هیچ دخالتی در تدوین استراتژی‌های شرکت‌های تابعه نداره. البته شرکت‌های تابعه باید استراتژی‌های خودشون رو
به نحوی تدوین کنند که در راستای جهت‌گیری های کلی هلدینگ یا همون استراتژی های هدایتی هلدینگ باشه. به این شکل نیست که آزادی عمل به صورت کامل و 100% باشه، که اگر اینطور بود اصلا هلدینگ معنایی نداشت. لذا یک سری اهداف کلی رو هلدینگ به شرکت های تابعه ابلاغ میکنه و نهایتاً به صورت مثلا سالانه از شرکت های تابعه در قبال اون اهداف حساب کشی میکنه و اونها رو تحت کنترل خودش قرار میده. توی سبک کنترل مالی، مدیرای هلدینگ بیشتر روی سودآوری های کوتاه مدت تاکید میکنن و معمولاً از طریق بودجه های سالانه یا برنامه های اقدامی یا اکشن پلن هایی که ارائه میکنن به دنبال این هستن که شاخص هایی که توی اون برنامه ها تدوین شده منطبق بر اهداف هلدینگ باشه. توی این حالت یک مشکلاتی ممکنه ایجاد بشه، چون که هدف سودآوری کوتاه مدت، هدف سالیانه، ممکنه باعث بشه که مدیران شرکت های تابعه دیدگاه استراتژیک و بلند مدت چند ساله رو ازش مغفول بمونن. توی این حالت ممکنه شرکت های تابعه یک سری فرصت های سودآور آینده رو با یک سری منافع کوتاه مدت مبادله کنن و حتی ممکنه وسوسه بشن که از استراتژی سود استفاده کنن و به دنبال سود صرف باشن و برای اون دوره کوتاه مدت خودشون منابع رو هدر بدن. لذا توی این استراتژی بسیار باید دقت بشه که مدیران به این سمت نرن. این استراتژی به این شکل هستش که معمولاً به صورت سالیانه صورت‌های مالی، بودجه، استراتژی‌ها و مواردی از این دست به صورت سطحی کنترل میشه بر اساس یک سری شاخص‌های کلی و این کنترل‌های کلی و عمومی ممکنه اونها رو از نگاه بلند مدت‌تر و استراتژی‌های بلند مدت‌تر و سودهای بلند مدت‌تر مغفول کنه. از طرفی هم این شیوه تعامل نشون میده که مدیران هلدینگ نسبت به تخصص و مهارت و قابلیت‌های مدیران شرکت‌های تابعه خودشون اعتقاد بسیار بالایی دارن. اینکه اونها رو مجبور نمی‌کنن که به یک سری اقدامات برنامه‌ای ابلاغی از طرف هلدینگ مجبور بشن، اینکه برای اونها برنامه‌ریزی نمی‌کنن، اینکه استراتژی رو به خودشون محول می‌کنن، همه اینها به این معنا هستش که تیم مدیریتی هلدینگ به تیم مدیریتی کسب و کار خودش یک اطمینان بالایی داره، یا اینکه نه از اون طرف به مهارت‌های ستاد مرکزی خودش اعتقاد کمی داره. به این معتقده که توی ستاد مرکزی هلدینگ مهارت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های کافی برای استفاده از سبک برنامه‌ریزی استراتژیک یا سبکی که به اون سمت متمایل هستن رو نداره و لذا تمام فعالیت‌های مرتبط با تدوین و پیاده‌سازی استراتژی رو به خود شرکت‌های تابعه محول می‌کنه و در واقع کلید اون شرکت رو دست مدیران شرکت میده و به صورت سالیانه یا دوره‌های بلند مدت از اونها حساب کشی میکنه. یا سبک کنترل مالی، ما با سبک تفویضی در تئوری‌های رهبری مواجهیم، یعنی سبک کنترل مالی با این سبک در تئوری‌های رهبری مترادفه. اما سبک کنترل سوم، سبک سرپرستی سوم، سبک کنترل استراتژیک است. یه سبک کنترل استراتژیک یک سبک بینابین هست بین برنامه‌ریزی استراتژیک و کنترل مالی. سازمان هلدینگ میاد در کنار کسب و کارهای خودش قرار میگیره و به قول معروف دست کسب و کارها رو میگیره و اونها رو جایی که نیاز هست هدایت میکنه، جایی که نیاز هست تفویض میکنه و به نوعی از مزیت‌های هر دو سبک قبلی استفاده میکنه. این سبک تعامل نه کاملا دستوریه و نه کاملا تفویضیه، بلکه بین این دو مورد قرار میگیره و به عبارت یک سبک مشارکتیه. توی سبک کنترل استراتژیک ستاد مرکزی هلدینگ و شرکت‌های تابع در کنار هم قرار میگیرن و به صورت تیمی کار میکنن و استراتژی‌ها و برنامه‌های خودشون رو پیش میبرن. در حقیقت توی این شیوه تعامل نگاه مدیران هلدینگ بر این فرض مبتنیه که مهارت‌ها و تخصص‌ها صرفاً توی ستاد مرکزی هلدینگ نیست، بلکه در سراسر هلدینگ و در همه شرکت‌های تابعه این مهارت‌ها و تخصص‌ها توضیح شده و مزیت هلدینگ در این هستش که می‌تونه از همه این مهارت‌ها به نحو احسن استفاده کنه. توی این سبک یک اعتماد و حمایت متقابل هم از سوی هلدینگ به شرکت‌های تابعه و هم شرکت‌های تابعه به هلدینگ باید وجود داشته باشه. توی این سبک شرکت‌های تابعه
شخصا استراتژی های خودشون رو بر اساس جهتگیری های کلی هلدینگ تدوین میکنن. این هلدینگ نیست که برای اونها استراتژی تعیین میکنه و توی این سکت برگزاری جلسات متعدد با ستاد مرکزی برای تصویب استراتژی و دفاع از استراتژی که تدوین میشه توسط شرکت های تابع برگزار میشه و توی این جلسات این استراتژی ها بررسی و نهایتاً تصویب میشه. در جلسات دفاعی استراتژی که معمولاً از طرف شرکت های تابع برگزار میشه، مدیران و کارشناسان هلدینگ میان در کنار هم قرار میگیرن و اینها بر اساس جهتگیری های کلی هلدینگ که از قبل مشخص شده با نماینده های شرکت های تابعه به بحث و گفتگو میشینن و دیدگاه های اینها، نظرات اینها با یکدیگر تبادل میشه، فضای صمیمانه ایجاد میشه و نهایتاً استراتژی پیشنهادی شرکت های تابعه رو تایید میکنن و بر اساس اون استراتژی ها شرکت های تابعه برنامه های عملیاتی خودشون رو تنظیم میکنن. شرکت های تابعه این برنامه‌های عملیاتی رو که در راستای استراتژی‌های خودشون هست رو به پیش می‌برم، اجرای اونها رو در دستور کار خودشون قرار میدم و گزارش‌های عملکردی خودشون رو عین اجرای استراتژی به هلدینگ ارائه می‌کنم که اینها با تنظیم جلسات ارزیابی و با حضور نماینده‌های هلدینگ و شرکت‌های تابع این اقدامات ارزیابی میشه، نتایج اونها بررسی میشه و در صورت نیاز بازنگری استراتژی صورت میگیره. سبک کنترل استراتژیک مترادف با سبک مشارکتی در تئوری‌های رهبریه. اگر بخوایم که یک جمع‌بندی داشته باشیم نسبت به سه سبک سرپرستی که خدمت شما ارائه شد، ما توی سبک برنامه‌ریزی استراتژیک بحث پاروزنی رو داریم، یعنی اینکه هلدینگ رأساً وارد اون کشتی میشه و اون کشتی کسب و کار خودش رو شروع میکنه به پارو زدن و هدایت میکنه کشتی رو به سمت مقصدی که مد نظرش هست. به سبک کنترل مالی، هلدینگ فقط یک سکاندار هست، مسیر رو تعیین میکنه و این شرکت های تابعه هستن که باید در این مسیر حرکت کنن. و در سبک کنترل استراتژیک، هلدینگ به عنوان یک خدمت رسان ایفای نقش میکنه، یعنی گاهی اوقات ممکنه وارد این کشتی بشه و پاروزنی کنه، گاهی اوقات ممکنه سکانداری کنه و بسته به شرایط هر شرکت و هر هلدینگی این میتونه متفاوت باشه و از مزایا و معایب هر دو سبک قبل، یعنی برنامه‌ریزی استراتژیک و کنترل مالی، برخوردار این سبک کنترل استراتژیک. همونطور که احتمالاً متوجه شدین، سبک کنترل استراتژیک کاربرد بسیار بالایی داره توی شرکت‌های هلدینگ، چه در شرکت‌های برتر دنیا چه توی کشور خود ما. توی این حالت احتمال هم‌افزایی به مراتب افزایش پیدا می‌کنه، اما این نکته رو شما مد نظر قرار بدین که هیچ کدوم از این سه سبکی که ارائه شد خدمت شما نمیتونه به عنوان بهترین سبک معرفی بشه. باید بررسی بشه شرایط هر شرکتی، چه شرایطی داره، هر هلدینگی توی چه محیطی داره فعالیت میکنه، مدیریت اونها چه مقدار بلوغ دارن و خیلی موارد دیگه‌ای که باید بررسی بشه و بر اساس اون شرایط سبک سرپرستی یک هلدینگ در قبال هر شرکتی تعیین بشه. هر کدوم از سبک‌های سرپرستی که اینجا شرح داده شد روی انواع مختلف ارزش آفرینی تاکید دارن، به ویژه رویکردشون به ارزش آفرینی های انفرادی و اتصالی و توسعه‌ای که ما مفصل توی فصل مربوط به ارزش آفرینی توضیح دادیم. از نظر ارزش آفرینی انفرادی و اتصالی، انفرادی یعنی نفوذهایی که به صورت مستقل در شرکت های تابعه صورت میگیره و اتصالی هم یعنی نفوذ از طریق ارتباط دادن بین شرکت های مختلف، سبک کنترل مالی بر پیشرفت عملیاتی و کنترل مالی تاکید میکنه و کسب و کارهاش رو به برقراری ارتباط با هم تشویق میکنه به نحوی که اونها رو یک سازمان مستقل میبینه و بنا نیست زیاد اینها دخالتی داشته باشن در شرکت های تابعه. سبک برنامه ریزی استراتژیک در درجه اول به استراتژی های بلند مدت و اهداف کسب و کارهاش مرتبطه و بسیار بیشتر به تسهیل شراکت و هماهنگی و کمرنگ کردن مرزها میان کسب و کارهای خودش تمایل داره. هدف سبک کنترل استراتژیک هم برقراری یک توازن هست میان دو سبک کنترل مالی و برنامه‌ریزی استراتژیک. از نظر توسعه بنگاه مادر، نفوذ توسعه‌ای،
شرکت هایی که از سبک برنامه ریزی استراتژیک استفاده می کنن معمولا توی سرمایه گذاری های بنگاه مادر فعال هستن و منابع قابل توجهی رو به ایجاد کسب و کارهای جدید یا نوسازی بلند مدت بنگاه مادر اختصاص میدن. شرکت های از این دست، یعنی از نوع شرکت های برنامه ریزی استراتژیک، از طریق تملک و ادغام کسب و کارهایی در یک دیگر ارزش آفرینی می کنن و برای ایجاد کسب و کارهای بزرگتر و بین المللی تر و در سطح بالاتر زیربنای مستحکمی و برای جایگاه رقابتشون ایجاد می کنن. شرکت های کنترل مالی به ندرت دنبال سرمایه گذاری بنگاه مادرن، با این حال توی خرید و فروش اینها فعال هستن. هدف شرکت های کنترل مالی هم ایجاد ارزش برای ذینفعان و سهامداران کلیدیشون که همون سازمان هولدینگ هست، از طریق مهارت های داد و ستد و از طریق تجدید ساختارهایی که بعد از داد و ستد انجام میدن، اینها دنبالش هستن که این ارزش رو برای سهامداران خودشون ایجاد کنن. شرکت های کنترل استراتژیک هم عناصر و ویژگی های دو سبک قبلی رو با هم در هم میآمیزن و از مزایای هر دو سبک استفاده میکنن. اما بریم سراغ تنش هایی که توی هر کدوم از این سه سبک سرپرستی ممکنه وجود داشته باشه. اولا شالوده تفاوت های سبک مادری توی تلقی های متفاوتیه که مدیران نسبت به تبادلات یا تنش هایی که تمامی سازمان های مادر با اون مواجهن دارن. اینجا یک سری سوالات مطرح میشه برای اینکه ما بخوایم سبک های سرپرستی رو شناسیم. اولا اینکه آیا باید سازمان مادر یک فرایند تصمیم گیری ایجاد کنه که طی اون تمام اونهایی که دیدگاه های مرتبطی با یکدیگر دارن، همه این کسب و کارها تشویق به کار با یکدیگر بشن و توی مسئولیت ها با هم شریک بشن؟ این یک. آیا افرادی ویژه نقش‌ها و مسئولیت‌های شفاف و جداگانه باید به عهده داشته باشند؟ آیا باید سازمان مادر در مورد مسائل عمده راهنمایی آشکاری کنه و بر مشارکت در گفتگوی دقیق در مورد برنامه‌ریزی کسب و کارها اصرار داشته باشه؟ یا اینکه نه، برعکس، باید تا جایی که امکان داره به کسب و کارها برای طراحی استراتژی خودشون استقلال و آزادی عمل بده؟ کدوم یکی از اینا باید انتخاب بشه؟ اینا دو سر یک طیف هستن. آیا هدف فرایند کنترل مادر باید دور کردن کسب و کارها از فشارهای کوتاه مدت و مقطعی باشه و اونها رو برای دنبال کردن استراتژی‌های منعطف و بلند مدت تشویق کنه؟ این یک سر تف. یا نه، اون سر تف برعکس، باید سازمان مادر تلاش کنه که انگیزه مدیران کسب و کارهای تحت مدیریت خودش رو برای انعطاف لازم در قبال اهداف کوتاه مدت مالی تقویت کنه. برای هر کسب و کاری کدوم یک از این شیوه ها باید انتخاب بشه؟ به عنوان مثال، وجه مشخص سبک برنامه‌ریزی استراتژیک تعهد در قبال فرایند تصمیم گیری جمعی و مشارکتیه، یعنی تأکید بر تشریک مساعی، اجماع و مسئولیت مشترک. حالا اون چه که اینجا مهمه اینه که سازمان مادر برنامه‌ریزی استراتژیک باید این موضوع رو بپذیره که اونها مجبورن که از فرایند تصمیم گیری فردی، نقش‌ها و مسئولیت‌های شفاف و جداگانه، آزادی و استقلال کسب و کارها در استراتژی‌های ابداعی و فرآیندهای کنترل شدید مالی و کوتاه مدت صرف نظر کنن. خب همه اینا یک سری مزایا برای سازمان مادر داره. زمانی که سازمان مادر میاد و سبک برنامه ریزی استراتژیک رو انتخاب میکنه، این مزایا رو طبیعتاً از دست میده. در مقابلش اینها مزایایی هستن که زمانی که یک شرکت سبک کنترل مالی رو انتخاب کنه دارن. شما اگر کنترل مالی رو انتخاب کنی همه این مزایا رو خواهی داشت، اما در مقابل مزایای سبک برنامه ریزی استراتژیک رو از دست خواهی داد. در حقیقت شرکت های برنامه ریزی استراتژیک توی ارتباط خودشون با کسب و کارهاشون یک امتیازات معینی دارن، اما در این حال نمیتونن از مزایایی که شرکت های کنترل مالی دارن برخوردار باشن. به عبارت دیگه، تنش ها و تبادل های این وسط وجود داره که شما نمیتونی از اینها اجتناب کنی. هر طرف این طیف رو، یعنی طیف سرپرستی که یک سمتش برنامه ریزی استراتژیک و یک سمتش کنترل مالی هست، شما انتخاب کنی، بالاخره شما یک سری مزایا و معایب باهاش
همراه هستم. سبک کنترل استراتژیک که یک سبک بینابین هست، تلاش میکنه که میان این دو سبک یه توازنی برقرار کنه که سبک برنامه‌ریزی استراتژیک و کنترل مالی نماینده هر کدوم از این مزایا و معایب هستن. اما به تبع متعاقبش اونا مجبور میشن که نسبت به هر یک از این دو قطب تنش تعهد کامل کمتری داشته باشن. هرچه از این سمت به این سمت حرکت کنن، از کنترل مالی به برنامه‌ریزی استراتژیک تعهدی نسبت به یکی از این سبک‌ها ایجاد میشه و در حقیقت از برخی از مزایای بهره‌مند میشن و گرفتار یک سری نقاط ضعفی میشن که در هر دو سبک ممکنه وجود داشته باشه. به طور کلی در مجموع هر کدوم از این سبک‌های سرپرستی یک مزایا و یک معایب خاص خودشون رو به همراه دارن. شما هر سبکی رو انتخاب کنی، چه کنترل مالی، چه برنامه‌ریزی استراتژیک و چه کنترل استراتژیک، شما رو از یک سری مزایا برخوردار خواهد کرد و از یک سری از مزایا هم محروم خواهد کرد. شما اگر که سازمان مادری داشته باشین که توی استراتژی‌های کسب و کارش خیلی دخالت می‌کنه و سبکش هست برنامه‌ریزی استراتژیک، تدوین برنامه می‌کنه برای شرکت‌های تابعه خودش، این شرکت نمی‌تونه بیاد کنار بیسته و نتایجی که حاصل از این برنامه‌ریزی هست رو به صورت بی‌طرفانه ارزیابی کنه. طبیعتاً چه موفق باشه این نتایج و چه موفق نباشه، بخشی از این موفقیت یا عدم موفقیت ناشی از برنامه‌ایه که خود سازمان هلدینگ به شرکت‌های کسب و کار خودش ارائه کرده. برنامه‌ریز و مجری نمیتونن ارزیاب خوبی از عملکرد باشن، چرا که عملکرد ناشی از اقدامات خود اونها هست و زمانی که اونها خودشون یک برنامه ای ریختن و اون برنامه رو دارن اجرا میکنن، خودشون نمیتونن اون برنامه رو ارزیابی کنن و شخص ثالث میتونه ارزیابی بهتری داشته باشه از اون برنامه. هرچقدر که مادر بر اعمال نفوذ برنامه ریزی خودش مصر باشه، کمتر میتونه توی فرایند کنترل شدیدی رو اجرا کنه. این یک اصل کلی هست که شما باید توی تعیین سبک رهبری خودتون این اصل رو در نظر بگیرید. سبک مادری یک شرکت، یک سازمان هلدینگ، ریشه در باورهای تیم مادری این هلدینگ داره که اونها چه اعتقاداتی دارن نسبت به روابطی که باید میان سازمان مادر و کسب و کارها باشه و چطور باید سازمان مادر کسب و کارهای خودش رو مدیریت کنه و ارزش آفرینی کنه در اون کسب و کارها. در حقیقت سبک سرپرستی با استاب تجربه، فلسفه و ارزش‌های مدیرعامل و تیم مدیریتی یک هلدینگه. مطالعات تجربی و بررسیام نشون داده که شرکت‌های هلدینگ خیلی به ندرت به صورت داوطلبانه میان و سبک‌های سرپرستی بنیادی خودشون رو تغییر میدن، مگر اینکه مدیرعامل توی اون شرکت عوض بشه یا یک تغییراتی دیگه اتفاق بیفته. تغییر توی سبک سرپرستی یک شرکت اغلب به مرور زمان اتفاق میفته و این تغییر سبک دفعی و یک باره نیست. اما با این حال اگر که یک بحرانی ایجاد بشه در یک مجموعه مدیریتی در هلدینگ، ممکنه که این بحران منجر بشه تغییر ناگهانی در سبک سرپرستی اون هلدینگ. معمولا انتقال طبق برنامه از یک سبک به سبک دیگه بدون دگرگونی عمده و تغییر عمده در ترکیب تیم ارشد مدیریتی یک سازمان اتفاقی نیست که به راحتی بیفته و معمولا به ندرت این اتفاق میفته. لذا اگه قرار هست که سبک مدیریتی یک سازمان تغییر بکنه، احتمال زیاد نیاز هست که مجموعه مدیریتی اون سازمان هم یک تغییراتی در اونها اتفاق بیفته. اما تغییر و تنظیم سبک‌های سرپرستی چجوری اتفاق می‌افته؟ معمولاً برای کسب و کارهای مختلف یه سبک مسلطی وجود داره. یه سبک مسلط یا یه تعداد محدودی سبک سرپرستی مسلط وجود داره. سازمان هلدینگ اگر بخواد که تلاشش رو مصروف بکنه برای اینکه تفاوت قائل بشه توی سبک سرپرستی برای کسب و کارهای مشابه، این تلاش معمولاً به ندرت موفقیت آمیز خواهد بود، چرا که این سبک‌های پذیرفته شده‌ای هستن. در صورت این تلاش‌ها موفق میشه که این تفاوت‌هایی که ما قائل شدیم بین کسب و کارهای مختلف تفاوت‌های ناچیزی باشن یا تفاوت‌های رفتاری با خودشون یک رگه‌های ناخوشایندی داشته باشن و به همین دلیل
ضعیف عمل کنن. این که ما تمایز قائل بشیم بین سبک‌های مختلف مادری یه موضوع مهمیه، چرا که هر کدوم از این سبک‌ها با انواع مختلف کسب و کارها سازگاره. مثلا کسب و کاری که با سبک برنامه‌ریزی استراتژی که یک سازمان و مادر خیلی خوب عمل میکنه و سازگاره با این سبک، احتمالاً از یه سازمان مادر که سبکش کنترل مالیه آسیب میبینه و برعکس این موضوع هم صادقه. لذا این مهمه که ما شناسایی کنیم چه کسب و کارهایی با چه سبک سرپرستی اینها مطابقت دارن، یعنی بررسی کنیم که کسب و کارهایی مثلا حوزه‌های ICT، کسب و کارهای کشاورزی، کسب و کارهای حوزه‌های مختلف، این هر کدومشون با چه سبک سرپرستی مطابقت دارن، با سبک کنترل مالی، با سبک کنترل استراتژی، با سبک برنامه‌ریزی استراتژی، با کدوم سبک این کسب و کارهای مختلف مطابقت دارن. اما ببینیم چه کسب و کارهای منطبق با سبک برنامه‌ریزی استراتژیک هستن. کسب و کارهایی که عملکرد خوبی با سازمان مادر برنامه‌ریزی استراتژیک دارن، معمولاً کسب و کارهایی هستن که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و پر ریسک و بلند مدت توی دارایی‌ها و فناوری‌ها و توسعه بازار خودشون مواجهن و این سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده اونها اهمیت فراوانی داره. کسب و کارهای از این دست میتونن یک سری فرصت‌های مهمی رو ایجاد کنن که از طریق این فرصت‌ها میتونن کسب و کارها رو با هم هماهنگ کنن و یک سری مزیت‌های رقابتی رو برای سایر کسب و کارهای سبد بنگاه مادر ایجاد کنند. توی صنایعی که به سرعت دگرگون میشن، صنایعی که سریع رشد هستن، صنایعی که به شدت رقابتی هستن، کسب و کارهای توی این صنایع کسب و کارهایی هستن که با استراتژی برنامه‌ریزی استراتژیک میتونن، یعنی در واقع سبک برنامه‌ریزی استراتژیک میتونن مدیریت بشن و برای اینها دستیابی به جایگاه‌های رقابتی بلند مدت میتونه اهمیت داشته باشه و جایگاه فعلی برای اونها مهم نیست. این نوع از کسب و کارها میتونن با سبک برنامه‌ریزی استراتژیک مطابقت داشته باشن. برعکسش این کسب و کارها کسب و کارهایی هستن که عملیات فشرده دارن. اینها نمیتونن با سبک برنامه‌ریزی استراتژیک راهبری بشن. کسب و کارهایی که باید توی اونها تصمیم‌های فوری گرفته بشه، سربارهای پایین برای اونها مهمه. کسب و کارها فرایندهای زمانبر و پرهزینه‌ای دارن. اگر که از این سبک، یعنی سبک برنامه‌ریزی استراتژیک برای این دسته از کسب و کارها استفاده کنیم، این سبک منجر به نابودی ارزش میشه توی این کسب و کارها. اما چه کسب و کارهایی منطبق با سبک کنترل مالی هستن؟ سازمان‌های مادر سبک کنترل مالی معمولاً تلاششون اینه که یک انگیزه قوی به مدیران منفرد کسب و کارهای خودشون بدن، به اونها یک احساس مالکیت شدیدی بدن، به اونها آزادی عمل بدن و به اونها اجازه بدن که استراتژی‌ها و ثمراتی که قرار هست این استراتژی‌ها برای اونها داشته باشه دست پیدا کنن. این سبک سرپرستی برای کسب و کارهایی مناسبه که اولا استقلال مدیران توی اون کسب و کارها نباید به مخاطره بیفته. برای مدیران مهمه که مستقل باشن. اگر مستقل نباشن کسب و کارشون به درستی پیش نمیره. کسب و کارها توی یک موقعیت رقابتی باثباتی قرار دارن. مسیر خودشون رو به درستی دارن طی میکنن، به سمت سود قابل توجه و تولید نقدینگی در حال حرکت هستن و مسیر درست رو دارن پیش میبرن و خود مدیران اون کسب و کار هستن که این مسیر رو دارن به درستی پیش میبرن و لذا دخالت بیش از حد مدیران هولدینگ میتونه این فرایند رو دچار مشکل کنه. این دسته از کسب و کار هم کسب و کارهایی هستن که سبک کنترل مالی برای اونها مناسبه و کسب و کارهایی که استراتژی سازمان مادر در مورد اونها ایجاد تغییر سریع و کوتاه مدت در سوداوری و کسب حد اکثر نقدینگی هست. به دنبال این هستن که از طریق این کسب و کارها به یک سوداوری کوتاه مدت و یک نقدینگی برسن و زیاد عملیات اون کسب و کارها برای سازمان مادر مهم نیست. سوداوری و کسب درآمد مالی برای اونها مهمه و این کسب و کارها سبک کنترل مالی برای اونها مناسب تره. اما چه کسب و کارهایی منطبق با سبک کنترل استراتژیک هستن؟ تقریبا همه کسب و کارها
میشه با سبک برنامه‌ریزی کنترل استراتژیک هدایت و راهبریشون کرد. به جز یک سری موارد معدودی که نمونه‌های کامل برنامه‌ریزی استراتژیک یا کنترل مالی هستن. لذا سبک کنترل استراتژیک برای خیلی از کسب و کارها مناسب هست. ما اینجا کسب و کارهای مطابق با سبک کنترل استراتژیک رو معرفی نمی‌کنیم. هر کسب و کاری که سبک کنترل مالی و سبک برنامه‌ریزی استراتژیک متناسب با اون نباشه، طبیعتاً سبک کنترل استراتژیک برای اون مناسب هست. اگر که یک کسب و کاری بخواد توی یک رقابت سرسختانه‌ای از طریق سرمایه‌گذاری‌های عظیم و بلند مدت توی فناوری‌های محوری که سایر سازمان‌های مادر از اون برخوردار هستن به یک جایگاه بزرگ و جهانی و بین‌المللی دست پیدا کنه، احتمالاً این یک سازمان مادری رو می‌طلبه که سبک اون سبک برنامه‌ریزی استراتژیک باشه و احتمالاً سبک کنترل استراتژیک برای اون مفید نخواهد بود. برعکس این، اگر که یک کسب و کاری بخواد برای برون رفت از یک بحران مالی یک چرخش اساسی رو داشته باشه، در این صورت اصول شفاف سازمان مادر کنترل مالی میتونه به ایجاد استانداردهای عملیاتی و سوداوری احتمالاً کوتاه مدت اون کمک کنه و رویکرد کنترل استراتژیک یک رویکرد پیچیده‌ای برای اون خواهد بود و اثر بخشی لازم رو نخواهد داشت. با این حال سبک کنترل استراتژیک میتونه برای بسیاری از کسب و کارها به خوبی مؤثر باشه و همونطوری که عرض شد بسیاری از کسب و کارها چه در کشور ما و چه در سطح بین‌الملل از این سبک استفاده میکنن. اما از اونجا که سبک کنترل استراتژیک با طیف گسترده از انواع کسب و کارها سازگاره، میتونه شرکت‌ها رو به تنوع بخشی بسیار زیاد ترغیب کنه. یا یعنی که یه شرکت‌هایی که بیش از حد متنوع شده باشن به مثابه یک پاسخ باشه این استفاده از سبک کنترل استراتژیک. خب توی این اسلاید ما یک جمع‌بندی داریم نسبت به بحث مطابقت سبک‌های سرپرستی با کسب و کارهای سبد. تناسب بین سبک مادری و ویژگی‌های کسب و کارهای سبدی یک سازمان مادر شرط لازم برای ارزش آفرینیه. اما دقت داشته باشین، اگرچه این تناسب شرط لازمه اما شرط کافی نیست و مسائل دیگه هم باید در نظر داشته باشیم. ما این سه سبک رو توی این جدول آوردیم و از چهار بود اینها رو با هم مقایسه کردیم. سبک برنامه‌ریزی استراتژیک در سرشت تصمیم ها با تصمیمات عظیم، پر ریسک و بلند مدتی همراهه. سبک کنترل مالی در مقابل سرشت تصمیم ها کوچک، فزاینده و کوتاه مدته. در سبک برنامه‌ریزی استراتژیک سرشت ارتباط های بین کسب و کارهای سبد متعدد و پیچیده هست این ارتباطات، اما در سبک کنترل مالی ارتباطاتی اندک و ساده رو ما داریم. در سبک برنامه‌ریزی استراتژیک از حیث سرشت محیط رقابتی یک محیط رقابتی باز و شدیدی وجود داره که کسب و کار جدید ما ناآشنا هست احتمالاً با اون، اما در سبک کنترل مالی ما توی یک بازار باثباتی هستیم که در محیط رقابتی اون یک جایگاهی رو برای خودمون کسب کردیم. از لحاظ سرشت استراتژی هم برنامه ریزی استراتژیک از نوع ایجاد هست سرشت استراتژیش و اقدام به ایجاد یک استراتژی جدید میکنه، اما در کنترل مالی بهره برداری یا برگشت هست سرشت استراتژی ما. همونطوری هم که عرض شد خدمت شما، باید بین این سبک سرپرستی و نوع کسب و کار ما تناسب برقرار باشه و این تناسب شرط لازم هست و ما به هیچ وجه شرط کافی نیست. حالا ما این تنش ها رو شناختیم، تنش های موجود در هر سبک سرپرستی، اما چطور میتونیم این تنش ها رو در یک مجموعه هلدینگ به حداقل برسیم و اینها رو کاهش بدیم؟ یه گام اول، خب سازمان مادر باید اون سبک سرپرستی که مناسب هست رو به بهترین نحو انتخاب کنه و اگر که یک سبکی باعث تنش میشه در روابط بین سازمان مادر و کسب و کارها از اونها دوری کنه. این در گام اول. اما با این وجود یک سری تنش ها توی هر کدوم از این سبک ها باقی میمونن و لازمه که یک سری متخصصان موفقی توی هر سبک در سازمان
مادر وجود داشته باشن و این تنش ها رو تعدیل کنن و به حداقل مقدار ممکن برسونن. انتقادهای شاخصی که بر شرکت های برنامه‌ریزی استراتژیک وارده، این مواردی است که من اینجا خدمت شما میگم. اولا دخالت های مدیریت مرکز هولدینگ در امور کسب و کارها، این اولین انتقادیه که به این سبک از رهبری سازمان مادر وارد هست. مورد دوم تصمیم هایی که گرفتار پیچ و خم فرآیندهای پرهزینه و زمان بر میشن. سوم کنترل بسیار بی حساب و بی بند و بار نتایج برنامه هایی هست که ابلاغ میشه به شرکت ها و سوم هم فعالیت های توسعه بیش از حد جاه طلبانه ای که مدیران سازمان مادر دارن. بنابراین لازمه که شرکت های هولدینگ توی انتخاب این سبک از سرپرستی مواردی رو در نظر داشته باشن که تنش ها به حداقل مقدار ممکن برسه. اولا درسته رهبری رو باید از مرکز تأمین کنن توی سبک برنامه ریزی استراتژیک، اما باید این موضوع رو در نظر داشته باشن که در کسب و کارها دخالت نکنن. دوم این که ارتباط میان کسب و کارهای مختلف خودشون رو سازمانهای مادر تسهیل کنن، اما در مقابل این ارتباطات نباید دچار دیوان سالاری و هماهنگی های پرهزینه ای باشه. سوم اینکه اهداف بلند مدت مجموعه های خودشون رو در نظر داشته باشن و از اونها حمایت کنن. اهداف باید بلند مدت باشه و کنترل هایی که بر روی اهداف قرار میدن، اما این کنترل ها نباید کوتاه مدت، بی بند و بار و بدون حساب کتاب باشه. سوم در سبک برنامه ریزی استراتژیک سرمایه گذاری باید بیباکانه باشه و ریسک پذیر باشه. باید به دنبال ایجاد کسب و کارهای جدید، نو و باثبات باشن، اما باید دقت داشته باشن که توی این مسیر دچار جاه طلبی بیش از حد نشن. در پیاده سازی سبک برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها باید دقت داشته باشند که مرز میان کمک و دخالت بسیار مهمه. سازمان مادر با هدف کمک وارد شرکت های تابعه خودش میشه و گاهی اوقات هم ممکنه که با هدف دخالت وارد بشه. این باید مشخص باشه که در چه حد قرار هست وارد موضوع بشه و کیفیت دخالت یا کمک سازمان مادر به سرشت موضوعاتی بستگی داره که داره به اون میپردازیم. لذا سازمان مادر در برقراری ارتباط با کسب و کارهاش باید از رفتارهای مستبدانه و دستوری اجتناب کنه و بعد این نکته رو در نظر داشته باشه. هر کمکی، هر دخالتی نیازمند جلب حمایت و ذوق و شوق کسب و کارهاست و اگر کسب و کارهای زیر مجموعه شرکت از اون پیشنهاد، از اون کمک و یا دخالت حمایت نکنن و انگیزه کافی نداشته باشن، احتمال زیاد اون اقدام به شکست منجر میشه. شرط بعدی موفقیت در پیاده سازی سبک برنامه ریزی استراتژیک اینه که فرایندهای تصمیم گیری ایجاد بشن که سازوکارهای ارتباطی و ساختارهایی که وجود داره به تصمیمهای غیر منعطف و پرهزینه و دیوان سالارانه منعطف نشه. بوروکراسیهای غیر ضرور در سر راه پیاده سازی برنامه‌ها و تعاملات به وجود نیاد. ویژگی بعدی که سازمان مادر برنامه‌ریزی استراتژیک برای موفقیت نیاز داره اینه که توانایی ایجاد فرایند کنترلی رو سازمان مادر داشته باشه. این کنترل‌ها باید بلند مدت و استراتژیک باشن و از سستی هم اجتناب کنن در این کنترل ها. علارغمی که اینها بلند مدت هستند، اما باید محکم و پایدار باشن. مدیران کسب و کارها برای پرهیز از سستی باید یک نوع فشاری رو از طرف سازمان و مادر روی گرده خودشون احساس کنند و خودشون رو متعهد کنند که برنامه های سازمان و مادر رو پیاده سازی کنند. هدف شرکت های موفقی که از سبک برنامه‌ریزی استراتژیک پیروی میکنن اینه که کسب و کارهای رقابت طلبانه قوی تری رو ایجاد کنن. اما خطر اونجاست که این ایده های مبتکرانه ای که از طرف سازمان مادر ایجاد میشه و قراره بر اساس اونها کسب و کارهای ایجاد بشن، این ایده ها ممکنه بیش از حد جاه طلبانه باشن. به عنوان مثال برای تملک ها میان پول های فوق العاده زیادی رو پرداخت میکنن و
یک سری کسب و کارهای ناشناخته رو میارن وارد سبد کسب و کارهای هلدینگ میکنن و از این طریق یک دردسر جدیدی رو ایجاد میکنن و ابداعات بسیار زیادی به صورت همزمان به عهده گرفته میشه که عملاً خیلی هاشون ممکنه که موفق نباشن. شرکت های مادر موفق برنامه‌ریزی استراتژیک اومدن و این بلند پروازی هاشون رو با واقع بینی تعدیل کردن. نه اومدن یک مسئولیت بسیار بزرگی رو برای توسعه بنگاه مادر به عهده گرفتن که بسیار فراتر از توانایی ها و منابعی باشه که در اختیارشونه و نه اینکه بیان و بسیار سطحی و سطح پایین ببینن توانمندی های خودشون رو و وارد کسب و کارهای رقابتی نشن. اما بریم سراغ کاهش تنش ها در سبک کنترل مالی. منتقدان به سبک کنترل مالی عمده اتهامشون اینه که مدیران سازمان هلدینگی که این سبک رو در پیش گرفتن بیش از حد روی اهداف مالی کوتاه مدت متمرکزن. این تمرکز بیش از حد یک جو ترسناکی رو ایجاد میکنه برای مدیران که اونها رو ممکنه بی انگیزه کنه که استراتژی های بنگاه مادرشون رشد و نوسازی بلند مدتی رو برای اون کسب و کار فراهم نمیکنه. برای اینکه شرکت های موفق کنترل مالی بتونن سبک کنترل مالی رو با موفقیت پیاده سازی کنن و این نقطه ضعف احتمالی رو پوشش بدن، اولا این شرکت ها با اهداف منعطف برای کسب و کارهاشون موافقت میکنن اما بدون تحلیل بردن کسب و کارها. دوم اینکه فرهنگ بدون عذر و بهانه ایجاد میکنن بین کسب و کارهای خودشون. با تفویض اختیاری که صورت گرفته به مدیران کسب و کار دیگه هیچ عذر و بهانه‌ای برای عمل کرده منفی وجود نداره. اما در مقابل مدیرانشون رو بی انگیزه نمی کنن. از طریق یک سازوکارهایی انگیزه مدیرانشون رو هم افزایش میدن. شرکت‌های موفق کنترل مالی از طریق تملک‌ها و تجدید ساختارهای متعاقب اون به سمت رشد میرن، نه از طریق توسعه‌های ارگانیک و کوتاه مدت. یک خطر واقعی که شرکت‌های کنترل مالی رو اغلب تهدید می‌کنه اینه که یک سری فرایندهای سفت و سخت بودجه‌ای برای اینها تعیین میشه از طرف سازمان مادر و یک سری اهداف سوداوری کوتاه مدت به اینها ابلاغ میشه که اینها باعث به تحلیل بردن کسب و کارهاشون میشه و قوت رقابتی کسب و کارها رو به مرور زمان و با فقدان سرمایه گذاری و تمرکز بیش از حد روی منافع جاری کسب و کارها از بین میبره. توانایی قضاوت در مورد اهدافی که منعطف هستن اما در مقابلش کسب و کارها رو به تحلیل نخواهند برد، این توانایی مهارت مادری کلیدی برای شرکت‌های کنترل مالیه. بهترین شرکت‌های کنترل مالی چه در دنیا چه در کشور ما نسبت به کسب و کارهاشون احساس همدلی دارن. اونقدر احساس همدلی دارن که از اهدافی که بیش از حد برای اونها دشواره اجتناب میکنن. یک خطر جدی که شرکت‌های کنترل مالی رو تهدید میکنه عبارت از بی انگیزه شدن مدیران شایسته. زمانی که شما از مدیران به هر قیمتی یک سری اهداف کوتاه مدت مالی میخوای، این باعث میشه که اون مدیران توی حوزه کاری خودشون بی انگیزه بشن. به خاطر کار زیاد اینا از پا در میان و سرانجام ممکنه که سازمان خودشون رو ترک کنن به خاطر همین شدت و حدتی که توی فرایندهای کنترل مالی هست. راهکارش چیه رفع این مشکل؟ رفع این مشکل راهکارش اینه که سازمان مادر دنبال مهار این تنش باشه از طریق مدیریت یک پارادوکس، یعنی اینکه از یک طرف یک فرهنگ جدی کنترل داشته باشه و از طرف دیگه این فرهنگ جدی کنترل به نحوی طراحی شده باشه که مدیران کسب و کارها رو بی انگیزه نکنه. طراحی این فرهنگ کنترل مهارت کلیدی سازمان مادر و میتونه سازمان مادر رو توی سبک کنترل مالی کمک کنه. بریم سراغ کاهش تنش ها در سبک کنترل استراتژیک. جنبه های منفی سبک کنترل استراتژیک اون خطرهایی هستن که توی بلا تکلیفی بین دو سبک برنامه‌ریزی استراتژیک و کنترل استراتژیک هست.
این سبک کنترل استراتژیک یک تعهد صریحی نسبت به عملکرد کوتاه مدت یا بلند مدت کسب و کارها رو با خودش به همراه نداره و لذا این میتونه مدیران کسب و کارها رو سردرگم کنه. لذا برای اینکه شرکت‌های سبک کنترل استراتژیک بتونن از این سردرگمی نجات پیدا کنن، مهمه که سازمان مادر یک سری ویژگی‌های مادری داشته باشه که این ویژگی‌ها منشأ تعادل باشه در کسب و کارها، نه منشأ سردرگمی. سازمان‌های مادر باید توانایی تشویق ارتباط بین کسب و کارها رو داشته باشند بدون اینکه تمرکز بر عمل کرده یک کسب و کار رو از دست بدن. سازمان‌های مادر موفق سبک کنترل استراتژیک توانایی مطرح کردن سوال‌های مادری و سازنده در مورد استراتژی‌های کسب و کارهایی دارن که مبتنی بر دانش واقعی درباره اون کسب و کار باشه. سازمان‌های سبک کنترل استراتژیک توانایی دستیابی به برقراری توازن بین اهداف استراتژیک و بلند مدت که ما در سبک برنامه‌ریزی استراتژیک داشتیم و اهداف مالی و کوتاه مدت در سبک کنترل مالی داشتیم، این توانایی رو دارن و اونها میتونن از طریق توازن بین اینها مانع ایجاد ابهام برای مدیران کسب و کارهای خودشون بشن. مشکل مشترک سازمان‌های مادری که از سبک کنترل استراتژیک استفاده میکنن اینه که فرایندهای کنترلی اونها برای مدیران و رؤسای کسب و کارهاشون گیج کننده است. به جای اینکه بین اهداف مطلوب گوناگون توازن ایجاد کنن در سبک کنترل استراتژیک خودشون، بین اونها در نوسانن و این نوسان باعث گیج شدن مدیران کسب و کارها میشه. به موازات تغییر شرایط، اولویت‌های مدیران کسب و کارها هم تغییر میکنن. لذا شکایت ریشه داری که مدیران کسب و کارهای مختلف از سازمان مادر خودشون دارن اینه که اینها میگن توی فصل بهار اینها طی فرایند بررسی استراتژی سبکشون میشه سبک برنامه‌ریزی استراتژیک و دنبال اهداف بلند مدت هستن، اما وقتی که پاییز فرا میرسه و زمان بودجه بندی فرا میرسه عملکرد اینها میره سمت اهداف کوتاه مدت و کنترل مالی و مسائلی از این دست. این عدم توازن باعث میشه که مدیران کسب و کارها هم دچار یک سری گیجی و سردرگمی بشن و توی برنامه هاشون دچار مشکل میشن. لذا سازمان مادر باید تلاش کنه که بین اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت خودش توازن ایجاد کنه و در ایجاد این توازن هم ثبات داشته باشه. بحث سبک‌های سرپرستی و ابعاد مختلف اون هم اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که تا اینجای بحث مورد توجه شما قرار گرفته باشه. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.